به نرم افزار آموزش مطلب خوش آمدید. با کمک مطلب می توانید محاسبات ریاضی پیچیده را به سادگی انجام دهید. این نرم افزار دارای محیط قابل انعطاف و یک زبان قدرتمند برای محاسبات تکنیکی است. در این فصل می خواهیم با محیط مطلب آشنا شویم. برای آشنایی با نرم افزار سیمولینک می توانید به نرم افزار آموزشی سیمولینک این شرکت مراجعه کنید. روی آیکون مطلب دابل کلیک کنید. اکنون وارد محیط مطلب شده ایم. قسمت مشخص شده با کادر قرمز نوار عنوان یا تایتل بار نام دارد که نام این نرم افزار در این قسمت نوشته شده است. قسمت مشخص شده با کادر قرمز نوار منو یا منو بار نامیده می شود که از طریق گزینه‌های های منو می توانید اعمال مورد نظر خود را انجام دهید. قسمت مشخص شده با کادر قرمز نوار ابزار یا طول بار نام دارد که شامل یک سری کلیدهای دسترسی سریع است. معمولا گزینه های پرکاربرد منوها مانند ذخیره کردن یک فایل در نوار ابزار قرار دارد تا کاربر با استفاده از یک دکمه و کلیک بر روی آن بتواند عملیات مورد نظر را سریعتر انجام دهد. پس برای راحتی و سرعت بیشتر این دکمه ها در این قسمت قرار داده شدند. پنجره مشخص شده کامند ویندو نام دارد در این قسمت توابع مختلف مطلب و این فایل ها که توسط کاربر نوشته شده است اجرا می شوند. با این فایل ها در فصل های بعد آشنا خواهید شد. در این قسمت با وارد کردن دستور و زدن کلید انتر دستور مورد نظر اجرا می شود. از برگه Current فولدر برای رفتن به دایرکتوری یا شاخه دیگر استفاده می کنیم. در قسمت مشخص شده خصوصیات فایل را مشاهده می کنید. در این قسمت برگه ورک اسپیس را مشاهده می کنید که برای مشاهده متغیرهای ورک اسپیس می باشد. قسمت مشخص شده با کادر قرمز پنجره کامند هیستوری می باشد که جهت مشاهده و اجرای توابع اجرا شده قبلی کاربرد دارد. تا اینجا تا حدودی با محیط مطلب آشنا شدید. در ادامه می خواهیم محیط مطلب را به دلخواه خود تغییر دهیم. از سربرگ هم روی دکمه بازشونده این کلیک کنید. روی دکمه باز شونده لی‌آوت کلیک کنید. در منوی باز شده یک سری گزینه مشاهده می کنید. این گزینه ها حالت هایی از پیش تعریف شده می باشند. همانطور که از نام گزینه اول مشخص است، با انتخاب این گزینه پنجره ها به حالت اولیه باز می گردند. با انتخاب گزینه مشخص شده تمامی پنجره ها بسته شده و فقط پنجره کامند ویندو باز خواهد بود. با انتخاب گزینه مشخص شده پنجره های ورک اسپیس، کرنت فولدر و دیتیلز را مشاهده می کنید که در این حالت هر کدام از پنجره ها مقداری از محیط کاری را اشغال می کنند. با انتخاب گزینه مشخص شده همه پنجره های مطلب به صورت برگی و پنجره کامند ویندو در وسط صفحه کاری قرار خواهد گرفت. روی گزینه مشخص شده کلیک کنید. مشاهده می کنید که محیط کاری به همان شکلی که انتظار داشتیم تغییر یافته است. و تمامی پنجره ها به صورت برگه ای در دسترس می باشند. در ادامه می خواهیم نحوه قرارگیری پنجره ها به حالت اولیه بازگردد. روی دکمه بازشونده Environment کلیک کنید. روی دکمه بازشونده Layout کلیک کنید. با استفاده از ماوس شما می توانید محل قرارگیری هر کدام از پنجره ها را تغییر داده و سپس با کلیک بر روی گزینه Save Layout آن حالت قرارگیری پنجره ها را ذخیره کنید. در اینجا ما یک بار این کار را انجام داده ایم و لیات یا حالت قرارگیری پنجره ها را با نام انیاک ذخیره کرده ایم. برای آنکه به حالت ذخیره شده برگردیم کافی است گزینه انیاک را انتخاب کنیم. برای آنکه به حالت پیش فرض برگردیم روی گزینه دیفالت کلیک کنید. مشاهده می کنید که محیط کاری به حالت اولیه خود تغییر یافته است. گزینه هایی که بررسی کردیم تنظیماتی بود که مطلب از پیش برای شما طراحی کرده بود شما نیز می توانید محیط کاری را به دلخواه خود تغییر دهید. به عنوان مثال در ادامه می خواهیم پنجره کامند ویندو را از محیط کاری جدا کنیم. برای این کار ابتدا باید پنجره را انتخاب کنیم. روی این پنجره کلیک کنید تا انتخاب شود. روی دکمه باز باشه مشخص شده کلیک کنید. روی گزینه آن داک کلیک کنید. مشاهده می کنید که این پنجره از محیط کاری خارج شده و به صورت یک پنجره جدا می باشد. که می توانید مانند سایر پنجره ها آن را تغییر اندازه دهید یا محل آن را تغییر دهید. برای برگرداندن این پنجره به محیط کاری دوباره روی دکمه بازشونده مشخص شده با کاد قرمز کلیک کنید. روی گزینه داک کلیک کنید. مشاهده می کنید که این پنجره دوباره به محیط کاری مطلب متصل شده است. فرض کنید که می خواهیم پنجره ی بزرگتری داشته باشیم و نیازی پنجره کامنت هیستوری نداریم. برای یه بستن پنجره کامنت هیستوری روی دکمه بازشونده مشخص شده کلیک کنید. از لیست باز شده روی گزینه کلوز کلیک کنید. برای اینکه دوباره بتوانید این پنجره را مشاهده کنید روی دکمه بازشونده ایوایرومنت کلیک کنید. روی دکمه بازشونده لی آوت کلیک کنید. در منوی باز شده در قسمت مشخص شده با کادر قرمز چندین پنجره ی محیط کاری مطلب را مشاهده می کنید. در کنار برگه کاری که قابل رویت باشد علامتی زده شده است که نشان دهنده قابل مشاهده بودن پنجره است. اکنون در کنار گزینه کامنت هیستوری علامتی را مشاهده نمی کنید. روی گزینه مشخص شده کلیک کنید تا این پنجره نیست قابل مشاهده باشد. اکنون گزینه کلوز که به معنی بسته بودن این پنجره است فعال است. روی گزینه داکت کلیک کنید. در ضمن می توانید با کلیک بر روی یک پنجره و نگه داشتن کلید چپ ماوس مکان و اندازه پنجره را تغییر دهید. روی دکمه کلوز کلیک کنید تا از نرم افزار خارج شویم. کاربر گرامی، شما اکنون در پایان این بخش قرار دارید. برای برگشت به فهرست این بخش، روی دکمه مشخص شده کلیک کنید.